اخما تو با کن تو قلبت، عشقم و جا کن تو با لبخند شیرینت، جهانو قرد رویا کن یه امشب، اخما تو با کن تو قلبت، عشقم و جا کن تو با لبخند شیرینت، جهانو قرد رویا کن. شما هم میتونید با یه تست ساده فرشته نجات یک انسان باشید. تموم لحظه ها سکوت ها از میون بردار، یه امشب به خودت برگرد، یه امشب عاشقم باش که یه عمری دوست دارم، واسه امشب که اینجایی تموم سال و بیدارم، تموم سال و بیدارم. یه امشب بغزم و نشم بذار با تو دلم باشه، بذار تو این شب دلگیر صدات آرامشم باشه، صدات آرامشم باشه. یه امشب اخما تو با کن تو قلبت، عشقم و جا کن تو با لبخند شیرین جهان. شما هم میتونین با یک تست ساده فرشته نجات یک انسان باشین و قطعا مشابه شهرزاد هزاران هزار نفر هستن در سراسر دنیا که ما فقط میتونیم با انجام این تست ساده قطعا گره‌گشای مشکل اونها باشیم، افرادی که حتی هر روز که میگذره باز هم براشون ارزشمند هست، یعنی یک روز هم براشون ارزش رو داره. و در واقع من میتونم بگم که با رفتن به وبسایت bmdw.org شما میتونید رجیستر کنین و داخل این وبسایت یه سری وبسایت های دیگه هست توی هر کشوری که هستین، امریکا، در داخل اروپا، سوئد، فرانسه، ایتالیا، آلمان، که وبسایت های مربوط به خودشونو دارن، شما رجیستر میکنین، یه پکی رو آنلاین دریافت میکنین، همونطور که قطعا در کلیپ ها حتما دیدین، من فقط برای تاکید بیشتر میگم، پکی رو آنلاین دریافت میکنین به صورت رایگان. داخل این پک سه تا این چهار تا گوش پاک کن هست، اینستراکشن و اون نحوه انجام آزمایش داخل اون کاملا و به وضوح نوشته شده. شما میتونید با انجام این آزمایش و پست کردنش در واقع یک نفر رو به بانک جهانی سلول‌های بنیادی اضافه کنین و خب به هر صورت این خیلی کار کوچیکی هست ولی تأثیرش فوق‌العاده هست و میتونه به این برسه که ما لبخندهای شیرینی که قطعا دیدین از شهرزاد عزیز در پیجش، این لبخندها رو ما همچنان داشته باشیم روی صورت عزیزان دیگرمون. بهار جان، من فکر می‌کنم یه مطلب دیگه که ما حتما اینجا لازم هست که بیان کنیم حضور هنرمندان هست، در واقع نقش هنرمندان. آزاده جان اگه اجازه بدیم بریم اتاق فرمان باز برمیگردیم. بسیار. ما امروز اومدیم کنسرت کامیو جان که یه جورایی بتونیم بین ایرانیای عزیز این اورنس رو ایجاد بکنیم در باره برنامه‌ای که ما داریم روز جنیری 19 جنیری هستش توی پرژن پالاس. احتیاج به همکاری همه ایرانیا داریم به این علت که پیوند مغز و استخوان یه چیزیه که از نژاد و از قوم و از کشوری که اون شخص دچار این مریضی شده
بهترین راه اهدا کننده توی همون هست و هر جایی مثل همینجا که تمام ایرانی عزیز جمع میشن بهترین جا هستش برای ما که بتونیم اونا رو دعوت کنیم برای این روز. هر کسی بین سن 17 تا 35 میتونه این برنامه رو بیاد. احتیاج به تقریبا همه داریم ولی تجربه نشون میده که آقایون همیشه تونستن اهدا کننده های بهتری باشن به خاطر مدل کروموزومی که توی بدنشون هست. خب آزاده جان، قبل از اینکه به اتاق فرمان بریم اعلام کرد که نقش هنرمندان برای انتشار دادن و یاد دادن بیشتر به مردم چقدر میتونه باشه. همونطور که اعلام کردیم خدمتتون، یه تعدادی از هنرمندان عزیزمون که یک تعدادشون هم الان جزو هنرمندان بین‌المللی محسوب میشن بسیار کمک کردن در این بین، نقش خیلی خوبی رو داشتن. ما خیلی دوست داریم که بقیه هنرمندان رو هم بتونیم همیشه در کنار خودمون داشته باشیم. مطمئناً کسانی که هنرمندان عزیزی که در این مورد صحبت میکنن چون بیشتر از طرف مردم توجه رو میگیرن، فکر میکنم که احتمالاً بیشتر به دل مردم خواهد نشست صحبت هاشون. ما مکس امینی رو داشتیم، ماز جبرانی، همای، داریوش عزیز، آرش عزیز و بهرام رادان و گلشیفته فراهانی رو هم که موزیک ویدیوش رو و کلیپش رو دیدیم با هم دیگه. فکر میکنم که بقیه هنرمندان هم خیلی دوست دارن حتما به بقیه میپیوندن برای انتشار و نشر در مورد سلول‌های بنیادین و حمایت گرفتن. از این حمایت حرکتی بله. که شروع کرده شهرزاد بله. آغاز کرد و تا ابد قرار هست که جاودان 100%. فقط واقعا همینطوره، باید یه طوری باشه که فراموش نکنیم که بتونیم واقعا ادامه بدیم این راه رو، فراموش نشه که واقعا فکر می‌کنم همه نیاز دارن. خیلی از بیماران هستن که نیاز دارن برای یک کمک شاید بگیرن. از کجا می‌دونیم؟ واقعا شاید خود ما به شخصه بتونیم خیلی کمک کار بکنیم. آزاده جان، یه متن کوتاهی داشتیم، خیلی دوست دارم اینو با صدای تو بشنویم، اگه لطف کنی بخونی ممنون می‌شم. خواهش می‌کنم. شهرزاد رفت. شهرزاد یک فرشته بود. شهرزاد رفت ولی بیگمان در یادها و دلها میماند، به ویژه در قلب بیماران و خانواده های دردمندشان. شهرزاد رسالتی داشت که آمده بود آن را به پایان برساند. شهرزاد یک فرشته بود، مهربان و خودمانی. شهرزاد فریاد میزد، نه برای خود که برای ما. به هوش باشیم، از خواب بیدار شویم. شهرزاد به ما تلاش را آموخت، به ما امید را درس داد. شهرزاد می‌خواست به ما بفهماند دنیا دار دوستی است، دار یاری، دار به یاد هم بودن قبل از رفتن، پیش از دیر شدن، که این دیر بودن و دیر شدن در خون ما رخنه کرده. خواست به ما بیاموزد هم را دوست داشته باشیم، برای کامیابی دست هم را بگیریم، با هم باشیم، به هم بیاموزیم و از هم یاد بگیریم زیبا زیستن را. ای کاش آموخته باشیم. شهرزاد رفت. بیگمان او یک فرشته بود. زمستان سرد آمد و فرشته بهاری من را برد. شهرزاد که رفت اینجا همه یخ زدن. حتی درختانمان سبز یخ زدند. شهرزاد قصه نمی گفت. شهرزاد ما رویا نمی بافت. شهرزاد ما خواست بیاموزد که دریابیم هر آنچه واقعیت است. هوشیار شویم. هم را دوست داشته باشیم. با هم باشیم و در کنار هم. افسوس بی شهرزاد و بی شهرزاد. شهرزاد یک فرشته بود، ولی بیاییم شهرزادهای دیگر دریابیم. نگذاریم رسالت شهرزاد با رفتنش ناتمام بماند. باید شهرزاد را شاد کنیم. ای فرشته امید، یادت همواره گرامی است. به فرزندانمان میآموزیم هر آنچه از تو یاد داریم. اکنون بخواب، خواب آرام و بی درد. ای مهربان
فرشته سرزمین یخ زده ما. بعد از مدت‌ها شهرزاد عزیز رو در کنار خودمون داریم همراه آرش. خیلی خوشحال هستم که امروز شما رو این سالم خوب می‌بینم در کنارم خانم شهرزاد. مرسی از شما. وای که چقدر امروز خوشحالم. من اینجا واقعا دوست دارم از همه کسایی که مسیج دادن به من با مسیج قشنگشون به من خیلی روحیه دادن. دوران خیلی سختی داشتم ولی خب خدا رو شکر با دعاهای همتون و این ساپورت خیلی بزرگی که همه دارن من رو میکنن تونستم اینجا باشم و امروز در مورد خودم و یه آپدیت کوچیکی بدم بهتون که به من توی این مدت چی گذشته و منتظر چی هستم. خب همه میدونین دیگه، میدونم خیلی در مورد این موضوع شنیدین. اسم من که شهرزاده و مبتلا به سرطان خون شدم در سپتامبر 2012. یه ست کیموتراپی مو گذروندم، شیمی درمانیمو، و به علت اینکه اهدا کنندم رو نداشتم این سرطانم دوباره به این برگشت. خیلی ها میدونم تست دادن، خیلی ها تو ایونت اومدن، فردا یه ایونتی میدونم که شما خیلی زحمت کشتین توی برنامهاتون گفتین، یه فستیوالی هست که دوباره ما داریم این سواب تستمونو که از بزاق دهن هستش انجام میدین. خیلی بیمارا مثل من هستن که منتظر واقعا اهدا کننده هاشون هستن. از همه تون خواهش میکنم اگه بین 17 تا 35 هستین بیاین این تست رو بدین و واقعا احساس کنین این تست رو واسه خودتون و خانواده خودتون دارین میدین. ممنونم از شما و مرسی. من همینجا جا داره که تشکر کنم از تمام رسانه‌هایی که توی این مدت یک سال و نیم اخیر با ما همراهی کردن، همکاری کردن. مصاحبه‌ای رو که مشاهده کردین، مصاحبه دقیقاً شاید مال سال گذشته بود در تابستون که شهرزاد عزیز رو در کنار نامزد عزیز آرش داشتیم، باهاش مصاحبه کردیم در مورد برنامه فکر می‌کنم فستیوال خانوادگی ایرانیان یا پرژن فامیلی دی بود. الان واقعا حس میکنم چقدر جاش خالیه. الان خیلی بیشتر حس کمبودش رو واقعا الان بیشتر حس میکنم. ولی واقعا باید تشکر کنیم از همه رسانه ها، نه تنها شهر تورنتو چه در لس آنجلس هم خیلی از رسانه های ایرانی به ما خیلی کمک کردن در شناسوندن شهرزاد عزیز، نه تنها خودش بلکه اون به اصطلاح کاری رو که انجام داد و اون رسالتی که بر دوشش بود برای همه بیماران. رسانه‌ها بدون چشم داشت. خیلی مهمه که آدم بدون حمایت میشه از طرف رسانه‌ها، صداش رو میتونه به همه نقاط دنیا برسونه، راحت‌تر میتونه صحبت بکنه، حرفش رو بگه، کارش رو معرفی بکنه، تأثیر بیشتری مطمئناً خواهد داشت. در واقع جای رسانه در کنار بقیه نقش‌هایی که داره، یه نقش اجتماعی که میتونه داشته باشه همین هست، یعنی آگاهی دادن به انسان‌ها برای کمک کردن به هم دیگه، این چیزی که واقعا شاید فقدانش خیلی تو جامعه وجود داره. یعنی این داستان کمک کردنی که شهرزاد بین حالا جامعه ایرانی میشه گفت به راه انداخت، چون ایران از 2011 عضو بانک سلول‌های بنیادی شده، بانک جهانی سلول‌های بنیادی شده و همونطور که الهام جان گفتن تعداد اندکی از ما 70 میلیون ایرانی هستیم. بله. فقط حالا قطعا بیشتر، ولی خب بالاخره داخل ایران 70 میلیون قطعا رقم خیلی بالاتری هست. و خب این حرکت من فکر می‌کنم خوندم توی وبسایت‌ها که با حرکت شهرزاد رسته 5000 ایرانی و شاید هم تا الان بیشتر که عضو این بانک شدن و در واقع با اهدای نمونه بزاق یا خون اون نمونه رو وارد این بانک کردن و در واقع به لحاظ ژنتیکی ما ایرانی ها میتونیم از این طریق به همدیگه کمک کنیم. این خیلی نکته خیلی مهمی هست. اگر فردی دچار این مشکل بشه، مشکلی که شهرزاد داشت و حتی در بهترین شرایط باشه به لحاظ امکانات پزشکی، دکتر و درمان، اگر دونری پیدا نکنه، یعنی در واقع برای مغز بله دهنده‌ای پیدا نکنه برای دریافت مغز استخوان و عمل پیوند مغز استخوان، هیچ گونه از این شرایط عالی نمیتونه کمک کننده باشه.
در واقع این یک نهضتی بوده که راه افتاده و حمایت شده از طرف هنرمندا، رسانه ها و خود این قضیه باید پیگیری بشه. یعنی فقط حضور شهرزاد نباید، حضور شهرزاد در واقع موتور شروع این قضیه بوده، ایده.